این هفته در دبی، همایش بی کووید، خودروهای پرنده و سفر به مدار مریخ. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم. در برنامه این هفته اومدیم دوربر خلیج فارس و این بار به دبی سر زدیم، شهر آفتاب سوزان و آسمان خراش. این شهر علمی تخیلی توی صحرا پارسال قرار بود میزبان خیلی از رویدادهای فناوری باشه، اما نمایشگاه فناوری ورلد اکسپو سال پیش به علت همه‌گیری ویروس کرونا یک سال عقب افتاد. نمایشگاه جی تکس تنها نمایشگاه فناوری بود که پارسال به شکل حضوری برگزار شد و کلیک هم سری بهش زد. و در ادامه برنامه نگاهی می‌ندازیم به بعضی از بهترین بخش‌های این نمایشگاه. بله، درست می‌بینید. اینجا سالن‌های معمولی همایشند و شرکت کنندگان با لباس‌های رسمی و غرفه‌های نورپردازی شده، هدایای تبلیغاتی و البته اقدامات ایمنی زیاد برای مقابله با ویروس کووید در حال گشت و گذار. مردم از سراسر جهان برای شرکت در این همایش اومدن. امارات همیشه اعتقاد داشته اگه اینجا ویروس کووید هست باید باهاش کنار بیایم. از دستگاه پولشمار تا موسیقی پاپ کره‌ای و کیسه های کاغذی توی نمایشگاه جی تکس 2020 همه چیز پیدا میشه. در 40مین سالگرد جی تکس مزنونان همیشگی حضور دارند. 5G، هوش مصنوعی، چیزنت و البته بلاکچین همه و همه بخشی از برنامه اند. اما شاید دبی بیشتر معروف باشه به مرکزیت شرکت‌های فینتک یا فناوری مالی و بانکداری و شرکت‌های امنیت سایبری و فعال در حوزه روش‌های آینده خرده فروشی. در این نمایشگاه 5 روزه شرکت کنندگان این امتیاز رو دارند که با بازیگران بزرگی مثل IBM، فیسبوک، اوبر و هواوی گفتگو کنند. و البته بدون شرکت ربات‌های عجیب و غریب در اشکال و اندازه‌های مختلف هیچ همایشی اینجا کامل نمیشه. طبعا تدابیر مبارزه با کووید هم اینجا جایگاه خودش رو داره. و اسمارت دبی یا دبی هوشمند از هیچ تلاشی برای شبیه‌سازی فروگذار نکرده تا با تمرکز بر بیماری سناریوهای مختلف شیوع ویروس رو پیش بینی کنه. ما برای بررسی سیاست‌های مختلف مدیریت شهری از شبیه‌سازی استفاده می‌کنیم. مثلا اینکه غذاخوری‌ها رو تعطیل کنیم، مدرسه‌ها به کارشون ادامه بدن یا یک وضعیت دوگانه رو برقرار کنیم یا نه. و اینکه این تصمیم‌ها روی شهر چه تأثیری می‌ذارن. داشتن توانایی تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه برای مدیران شهری خیلی مهمه. بنابراین برای اینکه جی تکس تو این شرایط برگزار بشه، برگزار کنندگان خلاقیت به خرج دادند. به محض اینکه بازدید کنندگان وارد ساختمون میشن، دوربین‌های حرارتی دمای بدنشون رو اندازه می‌گیرن. فناوری ردیابی جمعیت حرکت آدم‌ها رو توی محیط ردیابی می‌کنه و به طور خودکار اجازه نمیده توی نقاط خاصی تجمع زیاد بشه. مثل نمایشگاه‌های معمولی، جایی برای گرفتن کارت‌های ویژه شرکت در نمایشگاه پیش‌بینی نشده. بازدید کنندگان باید از پیش این کارت‌ها رو چاپ می‌کردند. بندهای آویز کارت هر کدوم جداگانه بسته‌بندی شدند. حتی دستگاه‌های خودکار برای فروش تجهیزات ایمنی شخصی مثل ماسک تعبیه شده. راهروها پهن‌تر و محل نشستن بازدید کنندگان با رعایت فاصله اجتماعی طراحی شده. با اینکه برگزار یک رویداد حضوری کار آسونی نبود، اما دبی کوتاه نیومد. آدم ها نیاز دارن تا همدیگر رو در رو ببینن و ما این نیاز رو درک کردیم. باید برگردیم به روال گذشته و همزمان مسائل ایمنی مانند پوشیدن ماسک و فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم. چیزهای زیادی هست که استفاده ازشون برای ما هیجان انگیزه. نوآوری های زیادی رو از استارتاپ های اسرائیلی میبینیم.
از جمله کاربرد بینایی کامپیوتری در هدایت ماشین‌های خودران یا کاربردشون در بازیافت مواد غذایی، کاربرد هوش مصنوعی در تأمین منابع آبی و انرژیمون و همینطور بالا بردن سطح کیفیت زندگی در امارات متحده عربی که خیلی جالب و هیجان انگیزه. آماده بودن در امارات خواسته بسیار مهمیه. پس از هوش مصنوعی برای آمادگی در جهت ارتقای پایانها و بنادر، خطوط هوایی و زمینی استفاده می‌کنیم. ازش در صنعت نفت و گاز استفاده می‌کنیم و می‌خوایم مطمئن بشیم که از منابع طبیعیمون بهره برداری بهتری می‌کنیم. همچنین از هوش مصنوعی برای بهبود کیفیت زندگیمون استفاده می‌کنیم. مثلا برای رشد بهداشت و تشخیص و یافتن نارسایی‌ها، اینکه چطوری پزشکان کارآمدی داشته باشیم. چون اگر این کارو بکنیم، می‌تونیم از استعدادهای همه جای دنیای امروز استفاده کنیم و اونا به خاطر امکانات موجود امارات رو برای کار و زندگی انتخاب می‌کنن. این هفته CD Projekt Red، سازنده بازی سایبرپانک 2077، هدف حمله یه باج‌افزار قرار گرفت. این شرکت در بیانیه‌ای گفته زیر بار درخواست هکرها نمیره و مذاکره نمی‌کنه. یه فیلتر بانمک زوم آبروی یک وکیل آمریکایی رو در تگزاس آمریکا برد. این وکیل در جریان جلسه زنده دادگاه به شکل یک گربه ظاهر شد و مجبور شد به قاضی اطمینان بده که گربه نیست. I can see that. و ردیت اعلام کرده همه بودجه بازاریابیش رو خرج آگهی 5 ثانیه‌ایش در جریان مسابقات سوپربول آمریکا کرده. در این آگهی به کارزار کارگزاران آماتور سهام در ردیت اشاره شده که موفق شدن ارزش سهام شرکت گیم‌استاپ رو جابجا کنن. شرکت تسلا متعلق به ایلان ماسک، ثروتمندترین مرد دنیا، اعلام کرده 1.5 میلیارد دلار بیت کوین خریده. اقدامی که ارزش این ارز رمز رو به بالاترین حد خودش رسوند. تسلا میخواد در آینده این ارز رمز رو برای پرداخت هزینه ماشین‌هاش قبول کنه. این حرکت انتقاد ناظران صنعت خودروسازی رو به دنبال داشته که میگن سرمایه‌گذاری در ارزرمزی که تولیدش انرژی زیادی لازم داره با ارزش‌های شرکت اتومبیل‌های برقی تسلا در زمینه حفظ محیط زیست در تضاده. این روزها آزمایش ماشین قبل از خرید به خاطر محدودیت‌های همه‌گیری خیلی جاها غیر ممکنه، ولی ابارت، واحد اجرایی فیات، راه حلی پیدا کرده تا به لطف واقعیت مجازی خریداران بتونن ماشین سواری رو تجربه کنن. البته نه به عنوان راننده، بلکه سرنشین کنار راننده. و در آخر چین موفق شد سفینه تیانون 1 اوربیترش رو وارد مدار مریخ کنه. هدف این ماموریت اینه که اواخر سال جاری یک ربات چرخدار رو به سطح مریخ بفرسته. ناسا هم قرار هفته آینده یک مریخ نورد رو روی سیاره سرخ فرود بیاره. یکی از موضوعات مهم امسال آینده جابجاییه. در سالهای پیش رو قراره که چطور این ور اون ور بریم؟ با خودرو، اتوبوس یا با تاکسی‌های پرنده؟ برای رسیدن به این آینده به فناوری‌های بیشتری نیازه، از جمله نسل بعدی ارتباطات مخابراتی و همینطور باتری‌های پیشرفته‌تر. این بهتون این توانایی رو میده تا شبکه ارتباطی سریع‌تری داشته باشین و ازش برای استفاده یا هدایت اشیای پرنده استفاده کنین. همینطور با استفاده از شبکه 5G تأخیر در شبکه کم میشه تا واقعاً بشه خودران شد. 5G نتورک. چیزی که قطعیه اینه که امارات با به خدمت گرفتن روش‌های غیرمعمول ترابری ناآشنا نیست. اینجا پلیس برای انجام ماموریت‌هاش از همه جاروهای پرنده استفاده می‌کنه. آتش نشانی کوله جتی آبی داره و حتی توی بیابون سامانه ترابری هایپرلوپ دارن. تاکسی‌های معمولی در امارات بروز شدن و مسئولان راهنمایی و رانندگی از دوربین‌های مفهومی کووید کم رونمایی کردند که می‌تونه به رانندگان پیش از سوار کردن مسافر مشکوک به تب هشدار بده. و شرکت امنیت سایبری آکرونیس با طرح بلند پروازانه خودروی مسابقه پرنده می‌خواد سطح کار رو به اوج برسونه.
این شرکت که معمولاً در پشت صحنه مسابقات اتومبیل رانی فرمول 1، مسابقات لیگ برتر فوتبال آمریکایی و مسابقات لیگ برتر فوتبال حضور داره، حالا داره وارد عرصه ورزش‌های علمی تخیلی میشه. امنیت سایبری و توانایی تلفیق هوش مصنوعی با اون و محافظت از داده ها. حالا ما به دنبال همکاری در تولید خودروهای پرنده برقی هستیم و یکی از شرکای ما در استرالیا فعالیت میکنه. ما برای دیدار طراحان خودروهای پرنده برقی سری به استرالیا زدیم. ظاهراً این ستاره ای در طالع مسابقات فرمول 1 آسمون هاست. در کارگاه شرکت آلودا ما با سازندگان خودروهایی ملاقات کردیم که بهشون میگن Speeders of Tomorrow یا تندروهای فردا. از وقتی بچه بودم دلم میخواست یه خودروی پرنده بسازم. این از اون رویاهای سرکشی بود که توی ذهنم موند و رقابت یکی از اولین گامهای هر انقلابی در دنیای وسایل نقلیه است. و این انقلاب نیاز به چند مرحله داره تا اتفاق بیفته. قوانین، ایمنی و دوام باتری. بزرگترین مسئله که در تولید همه خودروهای برقی باهاش دست و پنجه نرم میکنید اینه که ظرفیت باتری مثل سوختهای فسیلی نیست. موقع استفاده از سوخت فسیلی وسیله کم کم سبک میشه چون سوخت میسوزه، اما با باتری همیشه با وزن باتری سر و کار دارید. کاری که ما داریم میکنیم توسعه یک نمونه آزمایشی کشویی بدون نیاز به اتصالاتیه که لازم نباشه قطع یا وصلشون کنین. اتصالات خودش بخشی از حجم خود باتریه. اونا تلاش میکنن بهره‌بری باتری رو تا 90% بالا ببرن که بتونه انرژی همه فناوری‌های هوشمند توی وسیله پرنده رو تامین کنه. باید کلی ملاحظات مختلف رو در نظر گرفت، از انتخاب اجزای مختلف تا وسایل الکترونیکی و کنترلرهای سرعت. باید داده‌های زیادی رو از سامانه جلوگیری از برخورد، دوربین‌های مختلف، لایدار، رادار و بینایی ماشین گردآوری کنیم. باید این داده‌ها رو روی خودرو پردازش کنیم و بعد به تیم‌ها منتقل کنیم. ما واقعاً از همکاری با شرکت آکرونیکس هیجان زده‌ایم و هر بار که پرواز می‌کنیم داده‌های زیادی به دست میاریم. نه فقط از تصاویر پرواز، بلکه داده‌های دورسنجی یا تلمتری از همه زیرسامانه‌ها. و خیلی مهمه که این داده‌ها رو به طور امن ضبط و ثبت کنیم. این یکی از ارزشمندترین چیزهاییه که داریم. و درست مثل مسابقات اتومبیل رانی، طراحی یک راز کاملا محرمانه است. سختی کار این بود که چطوری از تبدیل شدن به یه چیز هوس انگیز به درد نخور دوری کنیم و همزمان خودروی پرنده خوشگلی داشته باشیم. خودروی پرنده میتونه تا حدود 150 کیلو بار حمل کنه و شرکت آلودا میخواد هر چه زودتر خلبانها رو جذب خودش کنه. همیشه یه عامل خطرناک برای هر ورزشی وجود داره. البته همه راه‌های حمل و نقل خطرات خودشون رو دارن، از اسب بگیر تا فضاپیما. اما میدونین مسابقه راهی برای کنترل این خطرات. امارات متحده عربی البته آرزوهای بلند پروازانه هم داره و نگاهش به خیلی دور دست هاست. سفر به مریخ. لحظه تاریخی برای امارات متحده عربی. این هفته امارات اولین کشور عربی شد که مأموریت فضایی به مریخ یا بهرام رو با موفقیت انجام داد. مدارگرد امید به طور مشترک توسط آزمایشگاه فیزیک جو و فضای دانشگاه کلرادو بولدر و مرکز فضای محمد بن راشد با پشتیبانی دانشگاه ایالتی آریزونا و دانشگاه کالیفرنیا در برکلی ساخته شد. امید رو با موشک ژاپنی H2A که در صنایع سنگین میتسوبیشی ساخته شد از مرکز فضایی تانیگاشیما پرتاب کردند. به نظر میاد امارات داره سعی میکنه با تبلیغات مثبتی که موفقیت این پروژه براش به همراه میاره بین کشورهای دارای قابلیت فضایی جایی برای خودش باز کنه.
گروه جوانی از دانشمندان و مهندسان در مرکز فضایی محمد بن راشد به طور پیوسته طرح‌هایی را دنبال می‌کنند که فقط کشورهایی با برنامه فضایی پیشرفته تونستند در آن موفق باشند. و زنان در دستیابی به این هدف نقشی اساسی داشتند. اینجا بیشتر از 40% از نیروی کار زنان هستند. و هدایت برنامه فضایی بلند پروازانه این کشور به عهده ساره امیدی، وزیر فناوری پیشرفته است. ما یک بازیگر جدید و یک ملت نوظهور در بخش فضایی هستیم. ما به روش‌شناسی و آنچه که از نظر طراحی و توسعه در فضا طبیعی تلقی میشه نگاه میکنیم. چیزی رو که سازوکار درست برای ساخت فناوری در فضا باشه دوباره ارزیابی میکنیم تا در نهایت به خلق سامانه فضایی جدید و متفاوتی منجر بشه، با هزینه پایین‌تر و پیچیدگی و ریسک کمتر. ساره در این حال یکی از مدیران پروژه پرتاب مدارگرده و بر پرتابش نظارت کرده. هدف این مأموریت فرود بر سیاره سرخ نبود، بلکه گشتن در مدار این سیاره در طول یک سال مریخیه تا اطلاعاتی تازه درباره اقلیم و جو مریخ گردآوری کنه. این گروه موفق شد مدارگرد امید رو روز 9 فوریه طی فرایندی چالش برانگیز وارد مدار مریخ کنه. مسلماً فرایند ورود به مدار مریخ مرحله خیلی مهم و بحرانی مأموریته. توی این مرحله سرعت فضاپیما از متوسط 120 هزار کیلومتر بر ساعت به 18 هزار کیلومتر بر ساعت میرسه. اگر سرعت خیلی کم باشه سقوط میکنید و میخورید به سطح مریخ. اگر خیلی تند حرکت کنید از مدار مریخ عبور میکنید. ولی مأموریت مریخ تنها طرحی نیست که اعضای این گروه رو اینجا مشغول کرده. این گروه داره روی طرحی برای ارسال یک ماهواره جدید به نام MBZ-100 کار میکنه که اگه همه چیز بر اساس برنامه پیش بره سال 2023 یعنی 2 سال دیگه آماده پرتاب خواهد بود. آژانس فضایی امارات در سال 2018 با موفقیت یک ماهواره به اسم خلیفه 100 رو به فضا فرستاد. این اولین ماهواره‌ای بود که امارات خودش همه مراحل طراحی و ساختش رو انجام داده بود. گردآوری اطلاعات و ارسالش به زمین یک چیزه، فرستادن انسان به مریخ یک چیز دیگه. و برای رسیدن به این هدف به فضانوردهای تازه نفس نیازه. به همین علت برنامه‌ای برای آموزش نسل جدید فضانوردان هم در جریانه. سال 2019 فضانورد اماراتی حزا المنصوری اولین فرد عرب بود که به ایستگاه بین المللی فضایی اعزام شد. او در یک رقابت سخت با حضور 4000 اماراتی با سوابق متفاوت که می‌خواستن به فضا برن انتخاب شد. چه راهی بهتر از این که سفیران فضایی داشته باشید که بعد از سالها تمرین و آموزش به این توانایی میرسن تا به مأموریت‌های خیلی سخت و خطرناک برن، اما همزمان به کودکان هم نشون بدید که اگر سخت درس بخونن و کار کنن میتونن به چه موفقیت‌هایی برسن. با داغ شدن رقابت فضایی در خاورمیانه، آماده سازی نسل بعد برای ادامه کار و حفظ برتری فضایی خیلی برای امارات مهمه. هدف این کشور اینه که خودش رو به قطب فعالیت‌های فضایی در منطقه تبدیل کنه. اگه به این هدف برسه، در زمینه نوآوری در فناوری فضایی هم پیشرفت خواهد کرد. ویژه برنامه امارات و دبی رو نمیشه بدون سر زدن به محل نمایشگاه ورلد اکسپو به پایان برد. میخوایم سری بزنیم به محل این نمایشگاه که به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا برگزاریش به اکتبر 2021 موکول شده. در رویداد اکسپو قرار فرهنگ، سرگرمی، نوآوری و فناوری از سراسر جهان یک جا جمع بشه. این یک خیمه پایداره که سایبانی با پهنای باور نکردنی 130 متر داره. این سازه های شبیه به هم که مثل گل آفتاب گردون با نور خورشید حرکت می کنند با بیش از 1000 صفحه خورشیدی پوشیده شدند. اینجا یکی از جاهاییه که با روشی سرگرم کننده و جذاب و واقع بینانه شما رو با مشکلات زیست محیطی جهان درگیر می کنه. این بناطوری طراحی شده که هیچ دیوکسید کربنی تولید نکنه و
و همه انرژی و آب مصرفیش رو از منابع تجدیدپذیر خودش به دست بیاره. شیوه برگزاری این رویداد و هدایت شرکت کنندگان به شکلی آینده نگرانه طراحی شده و کلی ربات هم در این زمینه به کار گرفته شدند. در مرکز عملیات شما یک گروه دارید که هدایت ربات‌ها را زیر نظر دارن. اینکه لازم کجاها باشن و چه کمکی میتونن بکنن. بیشتر ربات‌ها قراره تا 8 ساعت در روز کار کنن و بعدش باید برگردن به ایستگاهشون و شارژ بشن. اونا ممکنه به خواب احتیاج داشته باشن، اما این ربات‌های ترمینوس به هوش مصنوعی مجهزن و جزئی از تجربه اتصال به وای فای و 5G هستند. شما بیشتر از 190 سالن رو میبینید. غیر از این سالن‌های موضوعی اکسپو هم هستن. چیزهای خیلی زیادی هم هست که شما میتونید با اپلیکیشن موبایل اونها رو بیارید و باهاشون کار کنید. ما داریم فکر میکنیم که غیر از شرکت کنندگانی که حضور فیزیکی دارن، برای شرکت کنندگان مجازی هم امکان بازدید از نمایشگاه رو فراهم کنیم. برای هدایت و ردیابی جمعیت از مایندسفر شرکت زیمنس استفاده میشه. البته اگه تا اون زمان هنوز نیازی به این کار باشه. اینطوری شرکت کنندگان تجربه بهتری خواهند داشت و بازدهی هم بالا میره. کنتورهای هوشمند و حسگرها بر میزان انرژی، برق، آب و دمای محیط نمایشگاه نظارت دارند و در واقع یک شهر کوچیک هوشمند خلق میکنند. 80% 80% چیزهایی که اینجا داریم قراره به عنوان میراث اکسپو باقی بمونه و تبدیل شه به ناحیه 2020، یه مرکز جدید که بهتون نشون میده شهرهای آینده چطور به نظر خواهن رسید. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. با ما در تماس باشید از راه توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهیتون. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.